مرکز سرکس در هرات تلاش دارد تا کودکان بیشتری را زیر پوشش برنامه‌های آموزشی خود قرار دهد. به همین منظور بخش تازه این مرکز بهره برداری شده است. مسئولان مرکز سرکس در هرات میگویند که هماکنون بیش از 200 کودک دختر و پسر زیر پوشش برنامه‌های آن قرار دارند و در آینده شمار این کودکان افزایش خواهد یافت. این گزارش توجه کنید. مرکز سرکس هرات امید تازه برای کودکان بیجا شده و بی سرپرست. این کودکان با اجرای نمایش های گوناگون لحظات خوشی را سپری می کنند. این مکان به تازگی از سوی مرکز سرکس افغانستان ساخته شده و قرار است صدها کودک در اینجا زیر آموزش قرار بگیرند. مسئولان مرکز سرکس در هرات می گویند که هماکنون بیش از 200 کودک دختر و پسر در این مرکز در حال فراگیری آموزش هستند و در آینده شمار این کودکان نیز افزایش خواهد یافت. قبلا یک جای بسیار خرد بود و حال میخوایم که این مرکز جهانی باشه انشاءالله و یک نامی که میخوایم که دوباره سر از بانیم که یک نام جدیدتر باشه برای از اون به نام گل سنگ است که انشاءالله بتونیم که از اون نام استفاده کنیم برای آینده که یک مرکز باشه برای عموم، برای اطفال، برای نوجوانان و جوانان داشته باشه. مرکز سرکس افغانستان در 12 ولایت کشور فعالیت دارد، اما فقط در کابل و هرات مرکزهای رسمی دارد. مسئول عمومی این مرکز میگوید که در سالهای اخیر بیش از 4 میلیون کودک افغان را زیر پوشش برنامه‌های خود قرار داده است. ما تقریبا در 12 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم. از سال 2002 تا به حال ما با 28 ولایت افغانستان فعالیت داشتیم و بیشتر از 4 میلیون اطفال زیر پوشش خود داریم که اونا این برنامه تفریحی ورزشی هنری برای اونا برگزار کردیم. تئاتر، آیروبیک، ورزش‌های رزمی و اجرای نمایش‌های مختلف از جمله بخش‌هایی است که این کودکان آموزش می‌بینند. شماری از کودکان خیابانی و بی سرپرست نیز در این مرکز در حال فراگیری آموزش هستند. تقریبا یک نیم سال میشه به این جگاه هم در بخش های سرکس یاد برای ما شورا اینا یاد گرفت. تغییرات زیاد آورده روی استعداد ما، مثلا تجربات ما و انرژی که سر استیج بریم یا مثلا در مقابل بزرگتر حرف بزنیم زیاد شده. روز اول تا حالا خیلی تغییرات برای ما ایجاد شده در هر راستای به بخش سرکس، تئاتر، همگی جرأت انسان زیاد میکنه. نمایش های جالب، تئاتر، ورزش های رزمی، فراگیری عکاسی و تولید برنامه های رادیویی از بخش های عمده مرکز سرکس در هرات است که این کودکان آن را فرا می گیرند.